بله کجای مرتکه؟ بیا بیرون ببینم. حلیب 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 یعنی اگه اصرار نکنیم و بهت گیر ندیم دو طرف ما پیدات نمیشه زفا. خیلی بیوفایی، اصلا ازت انتظار نداشتم. مگه بهت نگفتم دستت به سلوی نخوره عوضی؟ خمانم بهت گفتم بده ای تو پس بده. حلیم اگه یه تار مو از سر سلوی من کم شده باشه با سر کچل تو از تن جدا میکنم و میندازم جلوی سگا بخورن. بهت قول میدم بی شرف، قول شرف. یالا تخت، حال نامزدت خوبه، ما اونو جای بدهید برداشتیم. من تدرت به کیو در میارم؟ ای بابا چرا نمی خوشونت به خرج میدی؟ ما هم دنبال یه لقمه نونیم. تو به من بدهی تو پس ندادی، منم که کاری نکردم، فقط با ارزشترین چیز تو ازت گرفتم. این به اون ده، بدهی تو پس بده ما هم طرف رو ویل میکنیم بره. مگه به من 48 ساعت وقت ندادی بی شرف؟ کار از محکم کاری اب نمی کنه داشت، راستش اعتمادم بهت زیر خط فقره. الان پول آوردی؟ نه آوردم. 100,000 تا باهامه. این 100,000 تا رو بگیر سلوی رو بده من. بقیهش رو برات میارم. میخوای بیا سند بگیر، هر کاری میخوای بکن. دیدی نمیشه، بیا باشگاه رو ازم بگیر. حالیت شد یا نه؟ اوزا باشگاهتم لنگه خودته، باشگاه رو بگیرم که ضرر میکنم. میخوای چه غلطی بکنم؟ چی کار کنم پس؟ اینقدر خودتو دست کم نگیز آفا، تو کلی کار ازت برمیاد. خبر مورزه قفستو شنیدم، دیشبم عنکبوتو یه ضربه ناکوت کردی، امشبم اون غول بیابونی رو شکست دادی. همین دیگه، بیا مبارزه کن، تصمیم با خودت ده. باشه مبارزه میکنم، بعدش پولتو میذارم کف دستت عوضی. تو هم سلوی آزاد میکنی، بهت قول میدم. نه داشت زفر، میدونی که قول تو پیش ما اعتباری نداره، بهش فکر نکن. اما میشه یه کاری کرد، 100,000 تا رو الان بده، بعدش هم یه قرارداد امضا میکنی و میری تو قفس واسه من میجنگی. تا وقتی بدهی تموم شه هر پولی که در میری به حساب من واریز میشه. قبوله؟ بلند کن بلند کن. 15 16 17 18. امو یما خوبی؟ آره خوبم. من میرم تو رخیان تو به تمرین تتامه بده. باشه ول نکنی. ها کجا میری استاد؟ قرار بود 30 تا بزنی. باشه تو 30 تا تو بزن، مراقبش باش. باشه Thank you.
زفر، حداقل میخوندیش. قرارداد تمومه سلوی. دختره رو بیارین. زفر، سلوی حالت خوبه؟ ببینمت. خوبی تو؟ خوبم، فقط یکم ترسیدم. میدونم. بریم از اینجا. بریم. استادم چی؟ چیزی شده؟ نه بابا، نه چیزی نیست، هیچی نیست. مطمئنی خوبی؟ بیا بریم بیمارستان. چطور خوب باشم؟ چند روز دیگه مبارزه داری؟ بوکسور من حاضر نیست، چطور خوب باشم؟ تو چرا تمرینتو ول کردی؟ پلیسا گفتن زمانمون تموم شده، به خاطر امنیت باید بریم. پلیس و امنیت و این چیزا قصه است. اینا میخوان مانع تمرین کردن این بشن. باید تمرین کنیم، بریم سر تمرین. بیخیال، شر میشه، بیا بریم کلبه. آره حق با توه، بریم کلبه تمرین کنیم. باشه راست میگی. باشه، فقط تو یکم استراحت کن. باشه تو استراحت کن، من تمرین. آخر اصلا تنبلی منبلی نداریم. تا وقتی که داور بالا سر اشتایگر نگه ناکات، از راحت طلبی نه برای من نه برای تو هیچ خبری نیست. فهمیدی یا نه؟ زود جمع کنیم بریم. زود باش را بیاف، جمع کنین اینا را. زود باش اون آب و بعدم بخور. زود جمع کن بریم. زود. داداش داد نزن، چرا دادو هوار میکنی؟ این تفلک تا صبح چشم رو هم نذاشته. داداش چی شده؟ دیروز با اون وز اومدین خونه یه کلمه هم حرف نزدین. گفته بودم که نزول خوره پولشو نتونست پس بگیره، رفته سراغ این دختر رو گروگانش گرفته. چی نداره، اینطوری شد دیگه. قرضمو دادم، مشکل حل شد. این همه بدبختی داریم، فکر کردی با دادن قرضت فرقی میکنه؟ تو چرا به من تیکه میندازی؟ ها؟ مگه من مسبب این اتفاقام؟ خوب فکر کن، مسئولیت این همه بدبختی و درد و رنج و بدهی فقط منم نیستی. کلاتو قاضی کن، فقط من مقصرم. حالا که کسی این خیالشم نیست، منم دیگه برای این کارا حساب پس نمیدم. تمام. داداش نکن. داداش نداریم، فهمیدی؟ من خودم کم مشکل ندارم. ببین. باشه حق داری، همه چی رو هم انباشته نشد، همه چی روی من انباشته شد. میفهمی؟ اینا فرق میکنن. اما اگه من ظفر گونالتایم، نامردم اگه بخوام در برابر مشکلات گردن خم کنم و از خودم ضعف نشون بدم. متوجه شدی؟ نامردم. میدونم، منم همیشه کنارتم. باشه؟ منم اینو میدونم. میرم صبونه حاضر. چیزه کرم خوبه؟ فعلا همونطوریه، اما مطمئنم حالش خوب میشه انشالله. داری زود خوب میشی. فرهم پاد خیلی زودتر از چیزی که فکرشو میکردم داره میخوابه. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ عمه، یادته من همیشه پای بابا بزرگو پماد میزدم، کلی باش حرف میزدم، سرشو گرم میکردم. نمیدونم
شاید به امید این که پاهاشو حرکت بده. یادم ناخونم رو تو پاش فرو میکرده، اما هیچ وقت پاشو تکون نداد، چیزی حس نمیکرد. تو هیچ وقت ناخونتو تو پام فرو نکن. نه، من فقط میخواستم که همه خوب میدونم برای چی این کارو میکنی، ولی من خوب میشم، باز سر پا میشم، برمیگردم سراغ بوکس، بهتر از قبلم میشم. من باورت دارم، تو خیلی قوی، این دورانم پشت سر میذاری. عشقم، آروم، من اینجا، من اینجا، 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 همینجا پیشت، آروم آروم باش، آروم، آروم، تموم شد دیگه، آروم باش، من اینجا، آروم سلوی. تموم شد عزیزم، منو نگاه کن، من اینجا، دیگه همه چی تموم شد. ظفر، باور کن اونا تو رو ول نمی کنه. عزیز دلم، دیگه نمیذارم سایه اون آدم ها حتی نزدیکت هم بشه، فهمیدی؟ حتی سایه شون، پولشونو بهشون دادم، مشکل حل شد، رفت به کارش. چطوری حلش کردی؟ با مبارزه تو قفس؟ من همه چی رو فهمیدم، میدونستم داری یه چیزی رو مخفی میکنی، اما وقتی اونا این حرف رو زدن مطمئن شدم. بازم میری تو قفس؟ آره میرم تو قفس سلوی، اما فقط یه باره مبارزه میکنم، برنده میشم، پولمو میگیرم و تموم میشه، میره پی کارش. ظفر، یه اعترافی بکنم، هر طور میخوای گولم بزن، من باورت دارم، اما خودتو گول نزن، من میبخشمت، اما تو نمیتونی خودتو ببخشی. همیشه با خودت رو راست باش. باشه. از حالا دروغ و کلک و بهونه نداریم. تو فقط ظفری رو میبینی که روی پاش وایساده. باور کن. بهم اعتماد کن. من به تو اعتماد دارم، حتی از خودم بیشتر. اما میترسم ظفر. میترسم برات اتفاقی بیفته. ببین، بهت قول میدم از حالا مثل اسمم همیشه پیروزی همرام باشه. بهت قول میدم زندگی دیگه نتونه منو شکست بده. بهت قول میدم سلوی، خیالت راحت. چشماهو جانم، ما میریم. تازه بیدار شده که، کجا میرین؟ من که میرم پیش بچه ها، سلویا مغازه رو باز میکنه. صبونه هم که نخوردین، چایی دم کردم. دوست داشتم بمونم، اما به مامان گفتم تا صبح تو مغازه بودم، اگه نبینتم نگران میشه، بهتره برم. باشه، بعدم بهت سر میزنم. باشه، روز خوبی داشته باشه. فعلا. بیا دخترم بیا. یخ کردم. آب داری؟ من میارم. دست درد نکنه.
خاخاس. بله. زود باش پسر. بجام. عرق داری؟ اینطوری نشین. برو لباسات عوض کن. باشه. بذار یه لیمون آب بخورم. وای. واقعا خیلی سرده. یخ بندونه. کیه زنگ میزنه؟ نسلیه. نسلی. باشه بهش بگو بعدم باش تماس تصویری میگیریم. با گونشم همینطور. باشه. الو. الو بابا. بابا خوبی؟ من یه سری برگه پیدا کردم که توش نوشته بود دکترها طبق جواب آزمایش گفتن تو باید عمل کنی. قضیه چیه بابا؟ یه لحظه آروم باش. آروم باشه. حساب کن. یه لحظه وایسا. چرا به ما نگفتی؟ دخترم نگران من اصلا نباش. من خوبم. خوبم. دکترها دارن الکی سخت میگیرن. چه سختگیری بابا؟ آخه اگه مهم نبود که دکترها نمیگفتن باید عمل بشی چرا به ما نگفتی؟ دخترم میدونی دکتر گفت احتمالش هست بخوای عمل کنی، نگفت که واجبه. داشت آینده رو میگفت، منظورش الان نبود که. بعدشم من دیگه پیر شدم، قلبم هم دیگه پیر شده دختر. بابا من بچه نیستم. وقتی دکتر بهت میگه باید عمل کنی حتما یه چیزی میدونه، واسه چی پشت گوش میندازی؟ آخه دخترم همه چی باید به نوبت باشه. میدونی که فعلا کار دارم عزیزم. بابا تو این دنیا هیچی از سلامتیت مهمتر نیست. بابا تو ستون خونه مایی. بابا تو جون مایی، تو همه چیز مایی. باید حالت خوب باشه که حال ما هم خوب باشه. بابا دخترم نمیخواد اینطوری احساساتی حرف بزنی. میدونم. میدونم که شماها به هم چه حسی دارین. لابد میگین این پیر مرد بد اخلاق دست از سرمون بر نمیداره. این چه حرفیه که میزنی؟ ما یه بد اخلاقی تو رو با یه دنیا خوشبختی عوض نمی کنیم بابا. نه من، نه داداشم، نه قفقاز. همه که تو خوب باشی کافیه. خیلی خوب باشه دخترم، باشه. قفقاز قهرمان شه، به محض برگشتنش عمل میکنم. بال میدم بهت، میرم عمل میکنم. اما خودتون تنتو میخوره. حالا که اینطوره میرم به دکتر میگم یه کاری کنه حداقل 50 سال دیگه هم زنده بمونم. آره بعد 50 سال دیگه هم باید با این بد اخلاقی هم سر بکنین دخترم. قول بده به هم، قول بده همی که برگشتی عمل میکنی. باشه. قول. پشت گوش نمیندازم. قول دادی یا؟ قول دادم دخترم، قول دادم. باشه پس خیلی مراقب خودت باش، زیادم خودتو خسته نکن. باشه؟ باشه. از طرف من گونشو ببوس. باشه. شب تصویری حرف میزنیم با. باشه. سلام برسون. میبینم دخترم. خداحافظ. خداحافظ. میخوام هیچی نگم اما تا صبح نتونستم بخوابم. منم تا چیزی که تو دلمه به زبون نیارم راحت نمیشم. قبلا به تانسلم گفتم من اول فکر میکنم بعد یه کاری انجام میدم، اما این زفر بدون فکر کردن میره جلو. الانم رفتی چیکار کنین؟ کادو من قبلا به اندازه کافی فکر کردم. میخوام به خیال این حالت دو دل بودن بشم، برم تو دل ماجرا. زفر جون این کارت به خودمون آسیب میزنه داشه من. کاری که داری میکنی اشتباهه. با اینکه از عاقبتش خبر داری بازم میری به پیشواز مرگ. الان ما رو تو قفس حلیم زندونی کردی. ای بابا کادو، یارو پشت شده زنی که دوستش دارم و دزدیده. میگی چی کار میکردم؟ حتی اگه حکم مرگم هم میذاشت جلوم امضا میکردم دیگه. مگه چاره ای داشتم من؟ باشه با حق داری، اما آخه بدون اینکه قرارداد درست و حسابی بخونی همینجوری امضاش کردی. ممنون کادو، تا امروز کنارم بودی و کمکم کردی، اما مسیرمون تو همین جا بوده. از حالا به بعد راه تو این وره، راه منم مستقیمه داداش. من راهمو همین طوری میرم. میخواد کوه باشه، تله باشه، چاه باشه، پتگاه باشه، من راهمو همین طوری میرم. چاره ای ندارم، اینو بفهم. من اینطوری با آخر خط میرسم و موفق میشم. اگه نمیخوای بیای یا میخوای ساز مخالف بزنی داداش کادو، قربون شکلت برم من.
از همینجا در رو باز کن، برو پی کار و زندگیت. بفرما. یعنی میگی همینجا پیاده شاره؟ راه دیگه ای نداریم. آقا زفر، مگه من بار رو دوشتم که پیاده شم؟ ما تا اینجا دوش به دوش هم اومدی، به هم تکیه کردی تا آخرش، تا پای مرگ کنارتم. پس لطفاً تا آخرش، تا همون پای مرگ، بیا این زیپ دهنمونو ببندیم. قبوله؟ باشه باشه بابا، هیچی نمیگم. حالا کجا میریم؟ میبرمت پیش بکری تاریخ مسابقه رو تعیین کنی. خودم هم یک کاری کنیم. آخه من خادو. باشه بستم. کرم جون، مهمون داری. نسلی اومده؟ نه نسلی نیست. استاد تنها تون میذاره. راستش زودتر از اینا میخواستم بیام، اما نتونستم. هب نداره استاد، خوب میشناسمت، خودتو مقصر میدونی، اما تو هیچ تقصیری نداری. میدونی چرا نتونستم بوکسور شم؟ هر بوکسوری که دیدم و همتون، تک تکتون یه ذات و یه فطرت مشترک داریم، تو، بابام، قفقاز، سینان، همتون یه ویژگی مشترک دارین. من این ویژگی رو ندارم. خب اون چی هست؟ میدونی چیه؟ وقتی یه مشکلی برای شما پیش میاد، خودتون تنهایی به گردن میگیرینش، اما اگه حالا موفق بشین، اون وقت با همه اطرافیانتون شریک میشین، با همه قسمتش میکنین. اگه مشکلی باشه، باختنی باشه، اون موقع تنهایی اون مشکل رو به دوش میکشین و همینطوری ادامه میدید. بعدش خودم رو نگاه کردم، از اینام که سر اینو اون داد و بیداد میکنه، همش بهانه میاره. خلاصه بگم، اون چیزی که شما دارین و من ندارم. بی‌انصافی نکن استاد، تو بهترین مربی هستی که میشناسم، تو بهترین مربی هستی که من میشناسم، اما من بهترین بوکسری نیستم که تو میشناسی. برای همین حالم اینه. چرا؟ منو حوله رو عمدن انداختم، نه این که نتونم بندازم، نه انداختم، شکم نشده بودم. میدونی چرا؟ گفتم اگه هوله رو بندازم، این پسر هم بازی رو میبازه، هم یه چیز دیگر رو، اونم اعتماد به نفسشو. نخواستم اعتماد به نفست از دست بدی، نخواستم مثل منشی. اگه تو اون مسابقه که 14 ثانیه باختم بابام هوله رو نمینداخت، من باز اون مسابقه رو میباختم. اما یه چیزی رو نمیباختم، اعتماد به نفسم رو نمیباختم. میدونی بدترین چیز چیه؟ این که آدم اعتماد به نفسش رو از دست بده. یه چیز بدترم هست، این که اطرافیان دیگه قبولت نداشته باشن، مادرت، پدرت، عزیزات. من نخواستم اینطوری بشه، من نخواستم اول راه اعتماد به نفس تو از دست بدی و راحت تسلیم بشی.
واس همین حوله رو ننداختم. نه این که نتونم بندازم، خودم ننداختم. خواستم بدونی. ممنونم استاد. به اینجوری نگام نکن. آره الان نمیتونم باکس کار کنم، اما خودم رو باور دارم. اگه اون روز تو رینگ اون هوله رو مینداختی، الان برای باکس که هیچ، و تا امید به زندگیم نداشتم. به لطف توی که تسلیم نشدم و از این به بعدم تسلیم نمیشم. تسلیم نشو ماتادور. اگه نتونی از جات پاشی، من زانو میزنم. قلبم اومد تو دهنم. چه خبرتی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ آخ تانسل بهت سلام رسون. باشه سلامتو رسوندی. صبر کن. کجا با این عجله؟ آخ تانسل ازدی خواهشی داره. نمیخوام دست از سرم بردارین. خانواده ما به هم ریختین، دیگه منو تو کاراتون دخالت ندین. ببین منو خانم، یه کاری میکنم قیافه بچه‌ات یادت بره. شنیدی؟ دیگه نه اون دعاشت که فرات باشه، نه اون شوهر ترسود، نمیتونن کاری کنن. باز بری ببینی اون مرتی که یامان تو خونهش یا جای دیگه گاف صندوقی پولی چیزی دار یا نه. کوچکترین ردی سرنخی گیر آوردی بهم خبر بده. دست خالی هم برگردی هر چی داری ازت میگیرم، فهمیدی؟ منم دلم برات تنگ شده عشقم. هیجان داری؟ یکم دارم، اما نه به خاطر مسابقه، به خاطر دیدن تو هیجان زدم. امشب همه با هم مسابقه رو تماشا میکنیم، اما تولونای توپرک هم هستن. همه با آتیم نداشت، خودمون ازت دوریم اما قلبمون پیشته. ممنون سرهاد، زنده باشی. کاش کنارت بودم و بهت قدرت میدادم. عشقم برای قدرت دادن به من لازم نیست کنارم باشی، از همونجا میتونی. چطوری؟ دستتو اینطوری کن. آها اینطوری خوبه. بگو من تو رو خیلی دوست دارم، همیشه کنارمی. بهت اعتماد دارم، خیلی دوست دارم بابا، بهترین قهرمان تویی. آها حالا شد، همش همین بود، خیال تخت. الان دیگه من قوی ترین مرد رو زمینم. بابای شیرم. عشق بابایی. اونجا به همه سلام برسون. باشه همه تونو میبوسم. باشه داداش، خیلی دوست داریم، مراقب خودت باش. باشه میبوسیمت. دمت گرم، به همه سلام برسون. باشه. استاد یامان کجاست؟ داشت چمدون میبست، الان دیگه میاد. یعنی هنوز حاضر نشده؟ نه داره میاد، فعلا توه. تو ماشین رو روشن کن الان میارمش. باشه. چی شده؟ زمان موعود رسیده، اگه حاضری بریم استادم. باشه بریم. چی شده؟ خبر تازه‌ای داری؟ بله خبر خوبی ندارم الیف خانم.
چی شدی؟ تانسل فهمیده پولا دست یامان گونالتایه. باشه بعدن حرف میزنیم، الان نمیشه. تو به من فکر نکن، فقط رو مسابقه تمرکز کن. باشه، مراقب باش استاد، مراقب باش. ای خدا، çiçeklere de masalara da bir an önce burada ihtiyacım var. Acele edin hadi. Oo. Sayın Başaran, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bay Beker. Sizi gördüğüme sevindim. Hemen şurada arka tarafta size özel bir masa ayırttım, VIP tarafında. Bu akşam Steiger size unutamayacağınız bir maç izletecek. Hiç şüphem yok. Yalnız birkaç round oynasın Kafkas'la. Berlin'e kadar geldiğime değsin. Hiç endişeniz olmasın. Özür dilerim. Önemli. Tabii ki, lütfen. Hadi arkadaşlar, acele edin. Bu çiçeklerin o masaya gelmesi lazım. Şey haberi Duman. Az Mocella haberi ne şu? Ne Tansel Khan. Ama on yeki muzuru dörem hal mi kona. Khaasem betun haber bedem. Khube. Hatman halliş kon. Mocella ram peygiri kon, çünün khayli muhemme. Baya zudtar az Elif'un pulara gir biyarin. Rüh çeşem vak Tansel. دیگه نمیتونم از دست این مردک خلاص بشم، خسته شدم دیگه. رجبا آخه این چه وضعیه استاد، این چه وضعیه؟ ببین تو رو خدا، تمرین میکنیم پلیس میاد، میریم جنگل پلیس میاد، اینجا هم باز پلیس، یه دفعه تو رینگ هم پلیس بیارن دیگه. برای حفظ امنیت اشتایگر تو رینگ واقعا هم پلیس لازمه. با گیشم صحبت کردم، همه یه بیلیت ها فروخته شده، اما به ترکا یه بیلیت هم نفروختن. یعنی ترکا نمیتونن بیان؟ نه نمیتونن، نمیشه. مثلا میخوان فشار روانی وارد کنن. کار ما تو سکوها نیست، تو رینگه. نمیشه که عمو یامان، کلی از ترکایی که اینجا زندگی میکنن منتظرن، میخوان فوراتو ببینن. نمیشه، باید برم باشون صحبت کنم. آره برو حرف بزن، درستش کن. اینطوری خیلی باشی. زشته. تانسل، یعنی چی بیلیتا تموم شدن؟ داریم بچه گول میزنیم؟ خوبه دیگه، یعنی مسابقه خیلی مورد توجه واقع شده. الیف فقط مورد توجه آلمانیا بوده؟ بذارین تماشاگری ترکم بیان. متاسفم بیلیتا تموم شده، امکانش نیست. بای بکر، بچون ترک سیرچلر دیشارده برکلمش، بو هاکسزلک.
Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bütün biletler tükendi. Ben kendi davetlimi bile içeri sokamıyorum. Yani çi? Yani hiç taraftarı Turki tu salon نیست. من هستم دیگه. میترسین. میترسین چون میدونین قفقازونو میبره درسته؟ خوب میتونی خودتو گول بزنی. اما وقتی میخوای بقیه رو گول بزنی خیلی سوتی میدی الیف. منظورت چیه؟ میدونم پولا دست یمانه. الکی زور نزن چون هیچی از اون پول به تو نمیرسه. به تو هم نمیرسه. به خاطر بلیط ناراحت نباش، کنار خودم جا هست. مسابقه بابام شروع شده اما نه ماجو، مسابقه شب خیلی مونده. پس کی شروع میشه؟ الان میریم خونه، بعد تو لباساتو عوض میکنیم، بعدش میریم دنبال توپراک و طولونای که با هم مسابقه رو تماشا کنیم. باشه؟ به موقع میرسیم امو. آره میرسیم امو جون، میرسیم. اوه انو 2 ساعت وقت داریم. تو اینجا چی کار میکنی؟ سرحات باید با هم حرف بزنیم. باشه بیا امو جان. بیا عزیزم، برو تو لباساتو بپوش، منم اینجا منتظرت میمونم. بعدش میری دنبال داداشت آبجیر که شب مسابقه رو تماشا کنی. باشه؟ برو عزیزم، منتظرتم. چی شده؟ چی شده موجلا؟ چه خبره؟ سرحات بیا از اینجا بریم، برگردیم آرتوین. تو رو خدا چی میگی موجلا؟ چه آرتوینی؟ یکم شمارده شمارده حرف بزن منم بفهمم. تانسل باز آدمشو فرستاد سراغم و تهدیدم کرد، انگار استاد یمان یه پولی داره میگه باید پیداش کنم. بی شرفو ببینا، یه زنو تهدید میکنه، عفظی سورش به تو میرسه؟ چه پولی آخه؟ استاد یمان پولش کجا بود؟ چه میدونم سرحات، فقط میدونم تانسل حرف علکی نمیزنه. حتما استاد یمان پول خیلی زیادی داره که اونم ازم خواسته پیداش کنم دیگه. تهدیدم کرد اگه پیداش نکنم میره سراغ بچه هم، خودم هم تهدید کرد. تو رو خدا بیا از اینجا بریم سرحات، من نمیخوام یه بار دیگه از حسن جداشم، نمیخوام بدون تو این بچه رو به دنیا بیارم. خواهش میکنم، این آدم شوخی نداره سرحات. خیلی خوب باشه سبکا. جدیدن خیلی خوشحالی؟ ماره به خدا خیلی خوبه. جدی؟ حالا دلیلش چیه؟ آآ کی بوده؟ هیچی نمیگی نه؟ داداشم هم که هیچی نگفت. ببین بوکس یه قانون داره. تو بوکس حرفای بین بوکسر و استاد بین خودشون میمونه. خب حرفاش از ذهنم پاک نمیشه. استاد زفر مثل بمب اومد و رفت. یعنی نمیخوای بگی چی بهت گفته؟ در مورد حرفمون صحبت کردی. قفقازم مبارزه طلبیدم، رفتم اشتایگر رو دعوت به مسابقه کردم. بسش بود قبل اینکه ورمان بخوابه آلفونزو کروزم به مبارزه دعوت کنه. الان هرچی هم کتکم بزنه اصلا حس نمی کنه. کرم شوخی نکن دیگه، میخوام بدونم چی گفتین. انگار بازم مراقبم بوده. راند اول خیلی بد تموم شد، تو وقت استراحت بین راندها اون جمله کلیدی رو گفت: من دیگه قرار نیست ببازم عشق. روی پام وای میستم، برمیگردم سراغ بوکس، قهرمان میشم. باریکلا، ما این همه خودمونو کشیم نتونستیم اینجوری بهت روحیه بدیم. اون مثلا استادا، استاد من تو کارش حرفه‌ای، اما این قضیه رو به داداش کادو نگیا. باشه؟ باشه. حالا بگو به هم دیگه چی گفتین دیگه، بگو. تو رو خدا استاد زفر به هم گفت بدتر از نداشتن اعتماد به نفس اینه که اطرافیان دیگه قبولت نداشته باشه. این حرفش هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. من که بیخیال اعتماد به نفسم نمیشه.
اما تو هم بیخیال من نشو باشه. بخوامم نمیتونم قهرمان من. میدونه جون عاشقم. نه خیرم. اینو کجا میخوای بذاری؟ حلش کردی؟ حل استاد، حل. زود باش ببینم. ای بابا، پرچم ترکیه کو، این چه سکوی هوا داری یه بچه ها؟ توپل، بپر برو پرچم ها بیار. زود باش، بوده دیگه بابا. بگی. بله سرحاد. زفر، وقت داری، میخوام یه چیز مهم بهت بگم. بگو، وقت دارم. راستش چیز، مجلا پیشمه. تانسل عوضی آدمشو فرستاده سراغ مجلا. خیر باشه، برای چی اومده؟ انگار استاد یمان یه پول زیادی داره، به خاطرش دخترها رو تهدید کرده. ای بابا سرها جون ببخشید، اما زن دنبال دروغ و دقل سوار کردنه. نه داداش، این دفعه مثل دفعه قبل نیست، داره راست میگه. دیگه میفهمم کی راست میگه کی دروغ. الان مطمئنم داره راست میگه. حالا بگو چقدر پوله. مبلغشو نمیدونم، اما تانسل به خاطر چندرغاز از این کارا نمیکنه. حتما پول خیلی زیادیه. استاد یمان در مورد این پول بهت هیچی نگفته.